ولی یک کشور بود که وقتی که همه جهان پشتیبانی میکرد از صدام حسین، از اروپا گرفته تا آمریکا، حتی تا جماهیر شوروی، یک کشور بود که به ایران اسلحه داد، هر چی کم داشت داد بهش، هر چی لوازم یدکی فلان اینا میخواست و داد، اونم اسرائیل بود. برای همینی که میبینید سیاوش همیشه قدردانی میکنه از اسرائیل. حالا شما حسودا و یک گده خان فلسطینی و یک گده مارکسیست و یک گده فلان و یک گده حسود که اینا که ضد اسرائیل و یهود باشید، بمیرید تا هستید ایرانی، یادت نره تا وقتی زنده ای، همونطور که قدر شهدای جنگ 8 ساله رو بایستی بدونید، اگر اسرائیل هم نبود ایران نابود شده بود. همونقه تو پروژه بود خوزستان رو بگیرن، بلوچستان رو برمیرن، تو هم بحبوی جنگ بود، به ایران باز خود ایرانی حمله میکردن. این حرفایی که شما میشنوید، تجزیه طلبیه که الان راه افتاده که تازی هم تقویتش میکنن، باز این تجزیه طلبه هم موقع بوده هم بدتر از این هفتیر و تفنگ و الان که خب تفنگ کم میکشن، موقع اوائل انقلاب تفنگ کشیده بودن خوزستان و محمره هنا محمره مش احواز هون محمره حبیبی شوبدک ها مره اینجا محمره است، احواز نیست، عبدانه، عبدان یعنی دو تا برده، آبادان نیست، آباد نه، عبدانه. این کار را داشته میکردن همون روز اول انقلاب. ولی یک سردار آریایی دمش گرم مرده، وقتی زنده بود اینقدر من تعجب نکردم که الان میخوام ازش بکنم. تو ساختمون خواهر ما هم نشست تور دومیل همین لدفانس، 10 بارم به من پیغام داد که بیا ببینم کمکی پول چیزی میخوای بدم، یک بارم نرفتم پیشش، یه بارم چایش نخوردم. ولی الان میگم تیمسار مدنی، تیمسار احمد مدنی، با گفتن با تانک رفته دمش گرم تجزیه طلب، کسی میخواد خاک ایران رو بگیره، خاک ایران رو بگیره، رستم میره سهرابش رو میکشه. کجای کاری شما؟ قهرمانان از ما گرفتن. امروز میخوام همین قضیه با شما صحبت کنم. همش سیاه نمایی، همش نابود نمایی، همش ترور شخصیت ها. ما قهرمان لازم داریم، قهرمان باید داشته باشیم، مردم ما بایستی قهرمان داشته باشن، مردم جهان قهرمان دارن. تو آمریکاش ترامپ میاد قهرمانه، اوباما میاد قهرمانه، بیل کلینتون میاد قهرمانه، تا رئیس جمهوره پیش میبره به. همه هم بایش مخالف اگر هستن مطیعش هستن در رابطه با اهداف کلیش. ولی ما رو توی 40 سال تازی ها پول دادن، استعمار هم تقویت کرده، همه چیز ما رو گرفتن و میگیرن که بعد ما بریم مکه افتخار کنیم حاجی شدیم، خاک بر سرت.